بذاری چیز بهتون بگم، وقتی داخل کشتی بودم، خب من با اون احمق جندهی که قبلا تو زندگیم بود کانادا، و تو کانادا جاهای سیاحتی زیاد هست، جاهای تفریحی زیاد هست، ولی اون آقای جنده اصلا نمیخواست منو ببره بیرون که روم خرش مش توی اون کشتی. فکر میکردم آخه چرا من اینقدر بی ارزشم برای اون که اصلا این 10 دلار 20 دلار زورش میومد خرجم کنه. منی که اینقدر دوستش داشتم حاضر بود اون 20 دلار رو بره یه جنده‌ای رو بکنه برای خرج من نکنه. میدونی اون که ما رفتیم خیلی میدونی همش قایق بود، همش این خیلی رمانتیک بود. همش میگفتم خدایا من سه سال با اون احمق بودم، ولی اصلا یه بار منو یه جای سیاحتی نبرد. چقدر من براش بی ارزش بودم و من خودم رو به خاطرش میکنم. خلاصه این پسر رو شهاب من دوستش ندارم، یعنی عاشقش نیستم، فقط خوشم میاد ازش. اصلا ازدواج باهاش ندارم، فکر نمی کنم، یعنی فیوچری باهاش نمی بینم، چون شخصیت همون خیلی فرق میکنه. امروز هم اتفاقا خودش بهم گفت اگر تو جای دیگه بگری مطمئنم شخصی بهتر از من پیدا میکنی. علت این که برای ازدواج نمیخوامش این گفتم شخصیت همون با هم خیلی فرق میکنه، وضعیت مالی استیبلی نداره، و این که اینکه 30 سالشه ولی هنوز مثل پسرا رفتار میکنه، مثل مرد رفتار نمیکنه، مثل یه آدم مچور و جا افتاده رفتار نمیکنه. دیگه از وقتی هم با شهاب آشنا شدم من فعالیتم خیلی کم شده، تمرکزم کم شده روی اینستاگرام، روی درس هم میدونم. نمیخوام وابسته بشم و اینا، احساس میکنم باید سریع این رابطه رو قطعش کنم. چیزی رو خیلی صادقانه میخوام بگم، سخت گفتنش ولی صادقانه است، تلخه. من میدونم یه روز اینستاگرام رو میبینه، به خودم فکر میکنم من الان رابطه‌مو قطع کنم، که میدونی ذهنیتش در مورد من بد نشه. اینستاگرام ببینه خیلی شوکه میشه، اذیت میشه، و من نمیخوام اذیتش کنم، واقعا نمیخوام اذیتش کنم. شخصیتی که توی اینستاگرام دارم با شخصیت واقعیم خیلی فرق میکنه، و برای بعضی قابل هضم نیستش، مخصوصا اون. نمیخوام احساساتش رو جریحه دارم. که در مورد اینستاگرامم بیش نگفتم دلیل داره، به خاطر اینکه اونو من برای ازدواج نمیخوام، و من نمیتونم هر رهگذری رو بگم که او من اینستاگرام دارم. تازه خیلی چیزا رو در مورد من و خانوادم هم نمیدونه. در مورد اون احمق جنده بهش گفتم، ولی خیلی چیزا رو هم در موردش صحبت نکردم. نمیدونم دیگه، دارم باهاتون شیر میکنم احساساتم. من میدونم که باید باهاش سریعا کات کنم، ولی این حس قشنگ بود.